مرقد امام هادی امام دهم ده و فرزندش امام حسن عسکری امام یازدهم که زیارتگاه شیعیان است در شهر سامر را واقع شده است اما این مکان مقدس چندین بار از سوی دشمنان اهل بیت در طول تاریخ مورد هجوم و حدک حرمت واقع شده است 19 سال پیش در روز 23 محرم سال 427 هجری قمری اولین بوم در این حرم متحر به دست سنیهای تندرو و عوامل وهابی صورت گرفت و البته بعدها این اقدام حتی کانه تکرار شد همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم میبینیم حرم <applause> متحر امامین این، امام هادی و امام حسن اسکری سلام الله علیهما ما در سامرا طی دو مرحله به دست سنی های تندگو و عوامل وهابی در سالهای 1384 و 1386 هجری شمسی منفجر و بخش هایی از آن تخریب شد. این اقدام مهم واکنش مراجع معظم تقلید به ویژه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی و همچنین شیعیانگاه در مناطق مختلف جهان در پی داشت و علاوه بر آن بسیاری از شخصیت ها و مراکز بین المللی آن را محکوم کردند. در اولین اقدام تروریستی توسط سنی های تندرو و عوامل وهابی حرم امامین اسکریین در سال 1384 شمسی با کار گذاشتن مواد منفجره در داخل حرم متحر تخریب شد. ساعت حدود هفته صبح برخی از سنی های تندرو و عوامل وهابی با پوشیدن لباس نیروهای تکاور عراقی وارد حرم متحر شده و خادمان حرم امامین اسکریین را در یکی از صهنهای حرم زندانی و مواد منفجره همچون TNT در داخل حرم قرار دادند و محل را ترک کردند و سپس حرم متحر سامر را تخریب شد با توجه به حجم بالای مواد منفجره که حدود ۲۰ کیلوگرم تخمین زده میشد پوشش آجاری و تلاکاگی گنبد و کاشیکاری دیوارهای گنبد حرم امامین اسکریین فرو ریخت و حتی برخی مساله تا شعاع نیم کیلومتری اطراف حرم پرتاب شد. با این وجود پایه های گنبد و بدنه اصلی آن به دلیل استحکام بالا سالم ماند و مشکلی برای آن ایجاد نشد. پس از این اقدام تروریستی مراجع معظم تقلید سه روز ازای عمومی اعلام کرده و بازارها تعطیل شدند. برخی از مردم نیز از شهرهای مختلف عراق به سوی سامر را حرکت کرده و در خانه امام زمان عجل الله تعالی و الشریف شریف به عزاداری پرداختند. مدتی حرم متحر در سامر را بسته شد ایران و زائران و مشتقان این حرم متحر امکان تشرف به این مکان مقدس را نداشتند. البته سنی های تندرو و عوامل وهابی به این تخریب و اقدام تروریستی اکتفا نکرده و 27 جمادی اول سال 1428 قمری همزمان با 23 خرداد سال 1386 برای دومین بار اقدام به بمبگذاری در حرم متحر کردند. آنها این بار دیگر لباس تکاوران عراقی یا نیروهای خودی را به تن نکرده و به یک بار به سوی خادمان حرم متحر حمله ور شده و پس از درگیری با خادمان حرم متحر صدای مهیبی از سوی حرم شنیده شد که در ابتدا گلسته سمت چپ و پس از آن گلسته سمت راست به صورت کامل تخریب شد. گفتنی است که نیروهای تندروی سنی داعش هم در شانزده خورداد سال 1393 نیز قصد حمله و تخریب حرم امامین اسکریین را داشتند که با مقاومت مردم و نیروهای امنیتی این حمله خونسا و با شکست دشمنان اهل بیت علیهم السلام همراه شد.